شما دیگه چه سازی بلدی؟ ساز یه ساز خیلی سازای مختلف مثلا میتونم هولم نکن خیلی منو هول میکنه. نه خود اجازه دارم. یه ساز خوب، یه ساز خوب مثلا. یه ساز خوب، ساز بادی. ساز من درآوردیه. آخه شما میخواید مخاطب من سوال بکنم. جدا یه سری سازا هست که فقط مربوط به خود انسان میشه، به خود من میشه. ساز من درآوردی بود درست. میخوام یه سری یه آهنگ زیبا از یه کارتون حاج زنبور عسل رو خواهش میکنم برای شما اجرا کنم با همین ترومپتی که الان زدم. دقت کنید باید خیلی نفس میشه، شما نفس نکشید چون من میخوام نفس بکشم. همه نفس رو من آره هوا کم نیادم. دقت کنیم. استکان آب برای شما؟ دقیقه ببرم برای شما سوید دهن زدی؟ نخیر دهن شما تمیزه بیشم شستی درسته مشکل بریم بعدی آقا جون. خب با آهنگ بخونم؟ بله بفرمایید. دوست دارین؟ با آهنگ میخونم براتون. خب شما میتونی بیستید هیچ مشکل نه نشسته بهترم بخواهد. وقتی وای میستم دوست دارم بشینم. چیزی از محمد رضا ندارین بگین؟ به محمد رضا حسین هم گفتن تهران کجا میشینی گوه هر جا خسته بشم. دیدی گفت خیلی پول داره ها میدونستی؟ اینشو الان صد تا محمد رضا حسینیان داره نوکر داره تو خونهش. رفتم در خونهش در زدم، نوکرش اومد در باز کرد، گفتم آقا خونه است؟ گفت نه خیر. گفتم آقا کی تشریف میارن؟ گفت والله خودش وقتی میگه بگو نیست معلوم نیست کی میاد. دیشب تلفن منو جواب نداد به بهانه های وای چه کاری میکنم. خب به من بخواست بگم شما مدیر مسئول بلده ساله نکنیست آفرین که هست کردی صدا رو میستی واقعا اما به نفعت میشود. میخوای بگم دقیقا چی کاره ای؟ نه خلق تو رو خدا نگیری. میخوای پتت رو بریزم رو آب؟ نه حالا بریزم. چه پتتی داری من بریزم رو مرد حسابی؟ از تو موجودی پاستوریزه من پاستوریزه من نمیشناسم. خب بخونم کدوم آهنگ آماده این که بخونم؟ رهنما علیزاده بریم بریم منم مثل تو مات این قصم تو هم مثل من این شب و دعوتی درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی تو این سال عجیب و غریب دو تا قول میخوای که روشونته تو از هر مسیری بری میرسی تو از هر دری بگذری خونته از این صفرا معجز دور نیست ببین دست دنیا تو دست منه دعا می کنم تا اجابت بشه دعا می کنم چون دلم روشنه من از عشق بارون به دریا زدم به بارون و به آسمون دوتی چه مهمونی با شکوهی شده تو این لحظایی که هم صحبتی کافیه؟ کسی قرار بیاد از مهمانا؟ جان؟ کسی قرار جای من بیاد؟ نه خیلی دیگه خواننده دعوت نکنی. چرا؟ چون من جای همه خواننده مثلا مثل کی دیگه؟ همه هر کی. حالا یکی دیگه بخونیم مثلا. من شنیدم مانی رهنما قرار بیاد اینجا. بله. لو دادم نه نواس میگفت. نه نداره حالا گفتم دیگه. اما اگه اجازه بده مانی با صدای مانی هم میخونم. خب بخونید. اول مانی بیاد بخونه بعد من با صدای مانی میخونم برات. اول من بخونم اونجوری مانی دیگه از سکه میفته خودش اعتماد به سقف خدا داری شما اعتماد به سقف میمونه دیگه به سقف رسید چه اعتماد به سقف من در خدمتتون هستم شما قرار بود نشسته بخونید نشسته بخونم تاثیر قرار بود تاثیر تاثیر نقی نهار نخیردیم ببین صاحبش تا کجا اومد ببین صاحبش تا کجا اومد ایشون کیه؟ ایشون صاحبشن قربان
به شما پیشنهاد میخونم آقای. بله خوب. بله. موهاتو کجا سفید کردیم؟ بیات هم میاد اتفاقا. الان از مانی بخونم؟ بله بخونم. مانی ناراحت نشه. مانی جان اجازه هست؟ منو میبینی تو اون دور دست‌ها؟ ای مانی رهنما. من همینجا به تو لقب دموشتوک برداشت و کاشو میدم عنوان یک خواننده تماشا اول، یک خواننده بسیار با شخصیت. تشکیل بردار خوبمون وقتی به اون طرف نگاه میکردم به من میگفت این ور رو نگاه کن، کجا رو نگاه می دور دست ها مانی استاده است. من با صدای مانی برای شما میخوانم. پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی. مرا در حسرت یک دشت آواز، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا موندم کنار ممرزا، تو بیا باقی شو بخون مانی جان. من بازم بیام اینجا، خیلی از این لوکیشن از این فضا خوشم اومد. ماهیار دیدی؟ حتی ببین دیوان دهنی استاد خوردم، احساس کردم که هنر در من تزریق شد. آقای رهنما بفرمایید. سلام علیکم قربان. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ قربان شما مرسی. عید شما مبارک. قربان شما عزیزم، شکرم قربانتون. قربونت برم. خیلی خوشم. آقای سرخی. بله بله. جناب آقای ریوندی. خواهشم. نه آقای ریوندی من نمیشناسم. منو نمیشناسی؟ چطور؟ الان با هم آشنا میشیم. بفرمایید. عیدت مبارک. عیدتم عید همگی مبارک باشه. خواهش می‌کنم. بله. آقا دیدین چه پوستی کرد نشه؟ نه خواهش. یعنی خراب کردم درسته؟ نه خیلی خوب بودم در واقع. خواهش من داشتم فکر میکردم چرا تو اول نخونی آهنگو. ما مخلص شدیم. احتمالاً که همه پرنده‌ها پرواز می‌کردن بود. اتفاقا من بچه بودم تو بغل مامانم شیر و کیک میخوردم، صدای مانی رو دوست داشتم. این مانی از کی میخونده؟ کیک دیگه ماجراش چیه؟ کیک میخوردم، کیک دوست داشتم. آخر خوشم بغل مامان شیر و کیک. هر چی که مربوط به خوردنی باشه ممرزا سریع میگیره و خوشش میاد. چند وقت پیش آقای سرخیز مانی استودیو به هم نریزه خورده بوتو کنترل. ببین مانی منو نگاه کن، شما یه مقدار توپلی ها، یه مقدار تو چون قدت بلنده به هیکلت میخوره. ممرزا چند وقت پیش به من میگفت که حسن جون میخوام وزن کم کنم، به نظر تو چی بخورم؟ فکر کن واسه کم کردن وزنم میخواد بخوره یه چیزی. واسه وزن کم کردن نه باید بخوری، ولی رژیم بگیری کم چیزی نداری. قول ما درباره ممرزا. ممرزا کی؟ ممرزا شما؟ بله بله. عرضم به حضورتون که ممرزا حسینیان گلوله شلیک نکرد. قبلا این توپولی نبود، کم کم به مرور زمان توپول شد. مدتی بود به من میگفت من از دور خیلی شبیه مارلن براندو ام. بهش گفتم از دور مثلا چقدر؟ گفت مثلا 5 6 کیلومتر. آدم نقطه دیده میشه تو 5 کیلومتر، چطور اینجوری شبیه دیده شده من نمیدونم. شبیه خودت باش، هیچ وقت نخواک جای کسی رو بگیر. جای خودت رو پیدا کن. چش قربان. ببین الان تو جات دادی به مانی، این کار قشنگ بود. دست شما درد نکنه. این کارو من دست شما درد نکنه. خب بریم. آقای رهنما خوش اومدید. آقای رهنما سلام بکنید. الان من انگار دارم من مجری گریم میشم. اینقدر که از وقتی اومدم تو دیگه ماسک شدی. عاشقین هر کدوم از شما. بفرمایید. درود میفرستم به همه بینندگان عزیز این برنامه. خیلی خوشبختم که در مبعث پیامبر در خدمتتون هستم و ان شاءالله روز خوبی داشته باشید. خیلی خیلی خوش اومدید. من هر چقدر دارم فکر می‌کنم تصاویر خیلی قشنگی از همنشینی با شما، برنامه‌های خیلی خوب، اجراهای خیلی خیلی خوب داشتیم. امیدوارم امروز یکی از اونها باشه. خب یه بخش رو می‌خوام تماشا کنیم ظاهرا با هم و برگردیم و ادامه میدیم با دوستان. همش منو نشون بدید. اصلا کیف می‌کنم. البته مانی هم دیگه بالاخره اومده بود.